سهشنبه که در آن انتظار می رفت این زن جوان به دار کشیده شود به پایان رسید. این حکم پرسر و صدا اجرا نشد تا امید به زندگی به چشم ریحانه جباری بازگردد. عبدالسمد خورمشاهی وکیل مدافع ریحانه جباری روز سهشنبه در مورد آخرین وضعیت پرونده موکلش به خبرگزاری ایسنا گفته که تاریخ دقیقی برای اجرای حکم تعیین نشده و ما همچنان در تلاش هستیم تا بتوانیم رضایت خانواده مقتول را عقص کنیم. ریحانه جباری 26 ساله 7 سال پیش به اتهام قتل مرتزا سربندی 47 ساله بازداشت و محاکمه شده بود. او که به قصاص محکوم شد اتهام قتل را پذیرفت اما گفت که مقتول قصد تجاوز جنسی داشته و او تنها از خود دفاع کرده. برخی رسانه‌های ایران خبر داده بودند که حکم اعدام خانم جباری در روز سهشنبه اجرا خواهد شد. خبری که توسط مقام ها تایید نشد. گفته می شود مرتزا سربندی کارمند پیشین وزارت اطلاعات ایران بوده. موضوعی که باعث شده وکیل مدافع خانواده ای او با رد این موضوع روز سهشنبه به خبرگزاری تصمیم بگوید که حامیان خانم جباری این پرونده را به تصفیه حساب با حکومت ایران گره نزنند. سالها پیش در موردی مشابه افسانه نوروزی در کیش یکی از مقامات این شهر را که قصد تجاوز جنسی به او را داشت به قتل رساند. گرچه حکم اعدام خانم نوروزی صادر شد اما توجه جهانی به این پرونده باعث شد که افسانه نوروزی در نهایت از زندان آزاد شود. گروهی از هنرمندان و فعالان مدنی ایرانی در ایران و خارج از ایران کمپینی برای آزادی ریحانه جباری به راه انداختند. احمد شهید گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر ایران هم روز دوشنبه از ایران خواسته بود که جای حکم ریحانه جباری متوقف شده و او دوباره محاکمه شود گرچه به گفته وکیل مدافع ریحانه جباری خطر اعدام ریحانه برطرف نشده اما روز سهشنبه یک محکوم به اعدام دیگر در ایران پای چوبه دار رفت اما سرش بالای دار نرفت حکم اعدامی که این برنامه ورزشی پربیننده ای تلویزیون ایران نقش بزرگی در متوقف کردن ایفا کرد تقدیر الهی این بوده که این بیاد مطرح با همدلی و با گذشتی که مادر عزیز میکنه ان شاء الله ان الله حالا فردا ساعت 5 صبح کسی شاهد قصاص این دوستمون نباشه برنامه 90 روز دوشنبه درخواست از عبدالغنی حسین زاده از فوتبالیست های قدیمی استان مازندران برای گذشت از اعدام قاتل فرزندش درخواستی که به گزارش ایسنا صبح سه شنبه مورد قبول پدر مقتول قرار می گیرد و در حالی که جمعیتی در مقابل دادسرای شهرستان نور جمع شده بودند تا حکم اعدام اجرا شود آقای حسین زاده تناب دار را از گردن محکوم باز می کند و به او زندگی دوباره می بخشد. کوروش صحتی صدای آمریکا